سلام برای یوتیوب سوال اقتصادی هستم امروز اومدیم یه دونه پادکست یه خورده اون وقتی تر بگیم یکی بچه که در واقع ما رو میشنسته و دنبال میکنه تو خیلی چیزام حال نمیکنه با اون داریم پادکست میگینیم یه داروساز هست توی تورنتو دکتر جمشیدی اشتباه نگم درسته؟ نه موقعیم پور فامیلی من که خودم دکتر موقعیم پور یعنی دنبال موقعیت میگرده بعد حالا امروز به قرارم میگه سه سال از من میخواد بپرسه راجع به خودم من کی بودم چی بودم چیکار چی کردم یه سه که مثلا مردم دارن و در واقع احتمالا ایشون میزنه حالا برو بریم خودتو معرفی کن لطفا یه حالی بده به برابکس بر مرسی سوال جون از اینکه خیلی جنرس آدم جنرسی هستی و من تقریبا مطمئن بودم اگه ریچ اوت بکنم بهت میتونم این شانس رو داشته باشم که روز باهاش صحبت بکنم ولی حقیقتش بیشتر لذت میبردم از کانتنتت یعنی هر وقت که نگاه میکردم از اینکه یه ای آدم انقدر خودشه و در مورد سری چیزایی صحبت میکنه که تابو هست خیلی حال میکردم و نه واسه شخص خودم میدونستم برای ایران ما همچین آدمی خیلی نیاز داریم که آدما وقتی ماسک دارن بدونن که این ماسک میشه برداشت اتفاق خیلی فاجعه آمیزی برادم نمیفته میدونی چی میگم واقعا بعد از طرف دیگه آره بعد از طرف دیگه مثلا کانتنت های خندهدار چون ما ایرانی ها هممون خودمون اصلا ته کاراکتر خنددار میتونیم باشیم جوکایی مم. که میگی مثلا نکست لول همشون بعد دیگه اینا این روزا آدما رو نمیخندونه اون چیزی که میتونه یک آدم ها مثلا کم فان باشه اینه که ای آدم اصل خودش باشه همچین جنیوین مثلا باعث فان بشه میدونی و من وقتی نگاه میکردم واقعا کانتنتی که می خندیدم، یعنی صحبت ها همینجوری از حالمون خوش نباشه تو خونه من و خانومه پلی میکنی این مثلا امروز سوری مثلا بذاری پلیش. آره ولی این از اول نبود نه اینکه حالا بخوام دیگه تمام که رو که داری اینجا بدم بهت بگم اصلا جوری باید آشان یه ماه و ببین این داستان از این قرار بودش که من بعد از این داستان ایران و اینا که پیش اومد خیلی در با شده بودم از لحاظ روحی و منتالی بعد به خصوص که تهشم اون چیزی که فکر میکردیم پیش نیومد یه مقدار به هم ریخته بودم بابا من تو شروع کرده بودم من صبح وای با میسادم پاشا بره بیرون احمد یعنی مخونه بره بیرون بعد پاشا که میگم من تو تخت گریه میکردم هر روز هر روزا نسن نمیتون باور کنم مثلا صحنه رو میدیدم بچه‌ها رو میزنم ولی ببین از اون یعنی تو آمریکا هم بریزی تو خیابون بخوای کشور رو بگیری میگیرن میزننت یعنی چی میگم یعنی اینش یه حالت هم بد بود هم بد نبود چون می گفتی که آقا خب یارو کشور دستش حالا به زور به هر چی نمیخواد پس بده خب معلومه چهار تا چاغال ریختن نبگو دو میلیون چاغال ریختن همهشون آپشن داره بکشه چون نفر قبلی آپشن داشت بکشه نکش رفت دیگه اینا دیدن که چی میشه اگر نکشی بذاری بری اینا واسه همین من اینجا برم تو خیابون برم شروع کنم به جاستن تو فوش بدم و نمیدونم یه دونه صداش خلاص خال بزنم آتیش بزنم 5 دقیقه بعد با 8 تا پلیس گردن تو دهنم نمیدونم سه تا دستم من منو میبرن میدونی اینجا همینه یعنی اینجوری نیست که تو بزنم دیگه اینجا نبود کامیونیا ریختن تو مانچ توی آنتاریو ریختن تو خیابون کامیونا بعد خیابونا ریختن پارک میکردن ماشاشو تکون نمیدادن که این واکسن رو بردارین برای اینکه کامیونیون احمق هم اکثر <تصحیح> کسی کامیونیه بعد فکر میکردن که واکسن بده بعد چون که اما از برای رد میشدن بیکار میشنن با بحث انتخاب گرفتن انتخاب و وادار کردن چون کامیون وقتی پشتش میشینی بعد یه همچین استقلالی میده میدونید کلا آدم ها رو ریز میبینیم پایین بعد وقتی بینه گفتن اگه تو اینو انجام ندی رات نمیدیم دم مرز اینا اصلا کلا تکون خوردن همشون. آره میگفت ما منتالیتی نداشتن نسبت به این قضیه که اصلا واکسن چی اینا کسی میخواد ما رو مجبور کنه اصلا ما نیستیم مثلا این قضیه رو که اینجا همشون رو خف کردن دیگه اینجا پلیس ریختش تو یه روز بهشون بهشون نامه داد سه شنبه بهشون نامه داد که تا 24 ساعت وقت اینجا رو خالی کنین ندارین به قول معروف میگیریم تو ماشین تام ازتون میگیریم میفروشیم پولش هم برمی‌داریم خودتون هم دهنتون سرویس میکنیم بعد فردا صبح شروع کردن ماشین اول ورداشتن بردن هر کم چیز میگن میخوان سرش کتکش هم میزنن دستا میزنن میبردنش ولی فرقی که داره اینجا آدم حسابی یه بیشور میریزه تو خیابون بیشور که میگیرن اما نارد نمیشن تو ایران برعکسه یه سری آدم بیشور دستشون قدرت دستشونه نمیتونم بگی بیشور یه سری آدمی که چی میگن؟ تمکارن ازت میخوام بپرسم این آدم از کجا به وجود میان به نظر من ما به قول سراخموش رو پیدا کردیم یعنی مردم میدونن از کجا داری میان و من امروز میخوام یه جایی برسم تو صحبتمون به من یه تئوری دارم میگم دیگه این تئوری منه تئوری من اینه که همه ای آدم ها بدن خب هیچ آدم خوبی وجود نداره این تئوری اول منه همه تو بدی زنت بعد مامان تو بده همه بدن خب ولی مثل داستان گوز داشتنه همه گوز دارن تو همشون. آیا تو همه تو دا داری گوز میشنوی نه همه دارن خوشون کنترل میکنن ولی همه شب‌ها تو آغوشون وقتی تنها میگوزن تو تختشون اگه تنها باشن من بزرگترین مشکلی که دارم وقتی زنگ میزنم که تو تخت نمیتونم بگوزم یعنی مثلا این کاری که خیلی خوبه چهار بالا میشه دل در میگه یه گوز میدی مثلا انگار رفتی ریدی تموم میشه میگی میخوابیدی الان چهار بالا شم برم تو توالت درو در ببندم و یه گوز بدم بیام بیرون میگم خاکه چون زن دارین خب واسه همین به نظر من آدما خودشونو قایم میکنن مثلا یاد مثلا مامان تو هیچ وقت لازم نموده بد بشه ولی اگه ما بگیم تو هیستوری مثلا حالت نمایشی مامان تو مامان من دایی من, من 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 هر کیو بذاریم جای هیتلر به نظر من 99 درصد آدم‌ها مثل هیتلر رفتار میکنن 99 درصد اگه قبلش آره قبلش به خودشون ببین همین قدرتی که گفتی خودتو کنترل میکنی خب این وقتی خودتو کنترل میکنی حالا بحث گوزتو گفتی من خیلی رو اون کامنتی ندارم <applause> ولی توی موارد دیگه... یکی از خب میگم من خودم که همو اولا بهت گفتم تو خیلی از جاها من زاویه دیدم با فرق داره یعنی نظرم متفاوته نمیگم تو اشتباه میگی یا من درست میگم ولی این بحث رو ببین همین سلف کنترل به آدم یه سری قدرت های میده که بعدا باعث پیشرفتش میشه یعنی تو وقتی به چیزایی که اویلیبل هست نمیگی این بهت از لحاظ استراکچر خیلی محکمی میده که تو خیلی از تصمیم گیری ها تصمیم درست رو میتونی بگیری و این به نفع حیاتت هست میدونی؟ به خاطر همین هستش که اینکه ذاتا آدم و بدن تمایل به بدی و من میتونم تیز کنم برای اینکه بدی جذابیتی داره دیگه به قولی مثلا یکی من مثلا از کنار ماشینم مثلا بد رفته گل پاشیده برم جوری یواش بزنم بهش و درم خیلی حال میده دیگه حالا من اصلا یه ویدیو دیدم یه میمونه دیگه خب ما از میمون اومدیم دیگه تو وقتی نگاه کنیم میمون یه خورده خالص‌تر ما تو اگه مثلا می‌بینی میمونا یهو وسط خیابونشون کردن ترتیب همدیگه رو دادن یعنی ما هم این پتانسیل رو داشتیم یه روزی که مثلا خیابون هم ترتیب همدیگه رو میدادیم حالا خودمون استاپ کردیم ببین مثلا میگم اگه کروکودیل مثلا سه ماه یه بار سکس میکنه به ما ربطی نداره ما از چیز از اون یادم میاد بگیریم ولی اگه مثلا میمون هفته یه بار سکس میکنه یا سال یه بار سکس میکنه ما میتونیم یاد بگیریم میگیم که اوه ما هم مثلا اینجوری بودیم یا نبودیم همین حالتی خب واسه من اگه میمون یه کاری بکنه باور دارم اون ذات ماه یه ویدیو دیدم یه سگ و یه میمون رو توی اتاق یه یارو حالا نمیدونم داستان شده تو حیوان داره نمیدونم چیه این داستان این میمونه نان استاپ سگ رو اذیت میکنه یعنی اینجوری میره پشت دومش میگیره میکشه بعد سگ بمگر پاس کنه میپره بالا بعد کاش دور نداره بعد سگ دور میره پای بخوابه میزنه تو سرش پاشو میگیره پشت پرتش میکنه یعنی دهن سگر رو سرویس میکنه خب هیچ دلیلی هم نداره یعنی معلومه که مثلا یه جای خیلی رفاه داشتن دارن, دارن قضاشون سن فقط نشون میده ذاتش اینه که دوست داره کن بریزه خب مثلا وقتی انگولک میکنی سگ عصبی میشه حال میکنه ارتباط برقرار کردنش اونطوری میمون کار دیگه بلد نیست دیگه خب همینو میگم دیگه زبون سگو که نمیفهم ما که آدمیم از بیرون گوت جاج میکنیم میگیم ناکو میمون داره کم میریزه ولی میمون کار دیگه بلد نیست برای ارتباط بکنه خب منم فکر خب خب میکنم ذات ما وقتی هنوز کاری بلد نبودیم این بوده که کم بریزیم واسه میگه تو تومون مونده حالا بعد کنترل کنیم من همیشه خودم میگم میگم اگه من مثلا رئیس جمهور ایران میشدم یه روزی من روز اول آقا جون من یه درصد هر چی سود برای کشور درست کنم و میدوزم اگه مثلا الان یه پارک نداریم اونجا بعد من یه پارک درست کنم توریستیش کنم تو کیش بعد مردم بیام بشینن به اون پارک شروع کنم سایه 10000 دلار در بیاره من 100 دلار از این 10000 دلار برمیدارم 9900 رو میزنم به کشور واسه همین دیگه من میدونم دزدیم چیه کشورم میدونه منم چه جوری میدوزم منم که پول دارشم کسی سوال دیگه نمیپرسه چرا همم هم راضی ام هم. یا آقا 99 دستش داد به ما یه خوش برش. فه. این به یه دلیلی غیرقانونیه چون یه نفر بلد نبوده به دوزه میخواسته بیشتر به دوزه نمیدم داستانش چیه اینو گفتن نه نه اینو نمیتونیم بگیم باید همه آنست بشن بعد وقتی یه چیزی که دوزیده میگه باید آنست باشی راه چیه؟ یه راه دوزی پیدا میکنه حرف من کنجره بیا دیویست تا کشور رو واسه هشتاد ساده پیش ریویو کن ببین تو یه دونهشون دوز نمیتونی پیدا نکنی یعنی یکیشون بوده که مثلا پادشاه اومده اگرم بوده یه نفر بوده که پادشاه بوده همه چی مال اون بوده از خودش نمیتونه که بدزده اون همه چی مال منه دیگه خب بز بسازیم مثلا مثلا پادشاه عربستان همه چی مال اونه داشت که تخم چی بدزده هر چی میخوام میگه فراس این زنا رو بکشی میکشن دو چخه دیگه سوار نشن یارو هر چی میخوام اون شاید دیگه نره بدزده یعنی نه, نه که دیگه بدزده همه چی رو دزدیده تکنیکلی هیچی نمونده بدزده واسه همین وقتی من بینم تو هیچ دولتی این این اسانس انسان توش جایگزین نشده که آقا اون کشو که ما میذاریم سر قدرت مثل من دزده چجوری دزدیشو سر اسفای کنیم بیا آقا ما اینو به تو میدیم آره. یا مثلا من که آیدیا بود که اگه کسایی که واسه کشور کار میکنن باید یه حساب باشه که توش لیمیت نداشته باشه هر چقدر میخوای خرج کن میخوای بیرون غذا بخوریم ما پول رو میدیم میخوای بری مسافرت ما پول هواپیما تو میدیم نمیتونی بری یه خونه بخری ولی برو بهترین جای دنیا بهترین هتل رو بگی دو هفته توش مسافرت کن هر وقت خواستی تا حتی اگر از دولت مادی بیرون تا آخر عمرت این میمونه که بیای واسه آدمایی که میان تو قدرت پول از بین ببری میگه آقا تو دیگه واسه پول معنی نداره یه کارت داری تو اینجا کارت سیاه تا آخر عمرت هم داری هیچ کم نمیتونه بگیره قاتل همش این کارت رو به خود میبری زندان انقدر قدرت داره این کارت تا آخر عمر که تو پول لازم نداری بعد این آدم میتونه واقعا بشینه فکر کنه هیچ کس این کار نکرد با من اصلا باورم نمیشه که این همه آدم این همه دولت یکی نشسته به این موضوع فکر کنه یعنی همه به خودشون دارن دروغ یعنی تک تک پادشاه ها نخست وزیرها رئیس ها گفته من نمیدوزم من خوبم من اومدم مردم کمک کنم الان که رفیق من داره زمین چیز میکنه دیگه کانادا اما دیگه مثلا کشور حسابیم داره زمین ممین اینجا تفکیک میکنه بعضی ها توی شهریه که شهرش کوچولو اکثرش جنگله دوستم ندارن گندشن اینا اون زمین گنده رو گرفتن میخوان تبدیلش کنم به مثلا حالاتی که بتونن به 60 تا خونه توش بسازم همه چی آماده بوده رفتن اجازه رو بگیرن همونجا بهشون گفتن که دادا سه ماه دیگه انتخابات الان نمیتونیم ما بهتون آره رو بگیم چون الان بگیم آره مردم شاکی میشن که دارین نصف جنگل رو از بین میبرین سه ماه وایسین این همه پول در ماه دارین دادن میدین وایس سیاست ایران هم همینه بعد این دارم بهت میگم توی دهاته که جمعیت دهات 20000 نفره شاید هم کمتر 2000 ببخشید 2500 نفر جمعیت دا 2500 نفره کانادا که 40 میلیون جمعیت داره یعنی هیچی نیست یعنی توی اونم باید دروغی و کسافتی باشه آره خب واسه این من اینجوری من... میبینم میپرم تو حرفت سوهل اینکه من میگم طرفدارتم یعنی به لحاظ طرفدار کاراکترتم عقیدهات رو خیلی شاید بتونم بگم تا 80 درصد موارد میخوام هی باهات صحبت کنم چالش داشته باشم ولی چیزی که من امروز اومدم از سهیل یه جورایی درش بیارم چیزی که منو هول داد که باید بیام سمتت یعنی واقعا سواله اساسی دارم ازت به خاطر همین از بر صحبتایی که کردین خب من دوباره برمیگردم از اینکه میخواستم چی بگم چون من امروز به قولی نمیذارم در بری از دستم تا جواب این سوالامو ازت نگیرم در مورد این کانسرنایی که خودم دارم بعد داشتم اینو میگفتم که چطوری باید آشنا شدم من بعد از این داستان ایران که اینا پیش اومد و این حال خراب و اینا با یکی ای از بچه‌ها جمع این دوست خیلی باحالی هم بود گفتش که بیا مثلا بریم جیم و کم دوباره شروع کنیم و یکی از این گفتش که بهش گفتم مثلا این حالت های یوتیوب این میشینم این چند روزا نگاه میکنم کانتنت های خارجی این ها خیلی خوبه کاش تو ایران هم باشه این داستان که گفتش که آره برم من چیز دارم طبقه 16 رو حواست باشه خیلی با حال اینا رفتم نگاه کردم خیلی حال کردم واقعا حال کردم با این کانتنت برای آدم های نردی که به قولی دوست دارن که چیز یاد بگیرم بفهمن که تفکر آدم از کجا اومده استارتاپ کجا شروع شده خیلی خفن بود بعد قسمتی که کینگ رام بود مال طبقه 16 اصلا اونو خیلی حال کردم و با کاراکتر کینگ رام یعنی من همش می‌داشتم کینگ رام پلی بشه نگاه می‌کردم گفتم که اوکی این آدم اصلا صحبتش حرفاش اینو واسه میشه من آرامش و اصلا سوالی هم ازش نداشتم فقط دوست داشتم اینجوری نگاش کنم و یه جوری کپیش کنم یعنی الان هم اگه موقعیت پیش بیاد مثلا با کینگ رام مثلا حرفی ندارم بهش بزنم میدونی کاملا بازه <applause> بعد یه جلسه ای بود هی ویدیوی تو ساجست میشد با کینگرام و پایین بعد عکس هم یه بودش که اصلا عکس هیچ را نداشت که من بگم مثلا روی این چیز کنم بعد اسمم سوال اقتصادی گفتم من که اقتصادم حال نمی کنم بعد اینا بعد دیدم بابا هر وقت من ببین من, من چقدر, چقدر از سخت زحمت بکشم واسه یه دونه نه عکسم اون درست گذاشتم نه اسمم درسته یعنی دمتون گم که هستیم بعدش دیگه هر سری میاد این میاد بالا این اون فیسه گفتم یه برو پلی کنم تو خانم من خانوم بود پلی کردم و بعد یه کمش نه کردم دیدم خیلی داستان ریاله خیلی همین کیفیت تصویر و اینا خیلی داستان دیگه است بعد چقدر این لحظه به لحظه که داره میره من بیشتر چیز میشم حال میکنم و بعد خانومم بود گفتم بیا اینو ببین خیلی خنده است واقعا بچهای آدم دوست داره م... این بشینه کل این گوش کنه بعد خانومم تو رو شنا. گفتش که بابا سوهیل رو تو به فرمایچه ها نیست اومده بود کلی اون موقع کامنت های عجیب و غریب و اینا گفتم آها الان که عکسش نشون میدونه یادم اومد ولی اصلا عمرم میفهمیدم که مثلا سهیلی برنامه بفرمایید چون بود anyway, انیوی بعد دیگه کنجکاو کاراکتر تو شدم اومدم توی ویدیو دیگه هر روز پلی میکردیم و نه بیشتر به خاطر اینکه مثلا چیز باشه کلا یه جورایی خودت بودی برام خیلی جالب بود که ناکن این سطح از صحبت ها و این سطح از خو، آدم خودش باشه داره توی کانتنت یوتیوب ایرانی داره نشون داده میشه و بعدش هم میگم قضیه فانش خیلی سنگینه یعنی وقتی میره تو فضای فان واقعا آدم میخنده خاطر خاطر همین برای اینکه جو خونه همیشه خوب باشه پلی میشدیم بعد بحث پوریا اومد اون قسمتی که با پوریا اولا که اون سکانس اولش که اینجوری ماشین رو چیز میکنین با بار میکنی من 20 بار گذاشتم و خندیدم چرا خندیدم که چیز میکنی آقا چی آقا گندش در اومد گندش در اومد چیز ماشین رو خیلی خندیدم بچه ها امروز یه پسر دارم براتون میارم وحشیانه پولدار خوب با حساب ولی میخوام واسش کم ندارم چوسی بیام اومدم ماشین رو آنکاور کنم که میاد ببینه بچا چی این زیر خوابیده بابا a few گندش در اومد، گندش در اومد بعدش که پوریا رو شد اومد و اینا دیدم که من چقدر از این آدم سوال دارم برای اینکه یک کاکتیلی از جوونی ثروت خیلی زیاد و از این طرف ذهن پخته و از این طرف جنرس بودم برای درخت یعنی اون قشنگ اون چیزی بودش که من خیلی از, از سوال دارم که بعد حالا اونم بنده خدا لطفش خیلی سریع جواب داد و اینا ولی هنوز جون نشد که سوالامو بپرسم. ولی تو رو مثلا دائم نگاه میکنم دائم نگاه میکردم و به خصوص اون مثلا چیزهایی محتو... چیزایی که داستانی که بود در مورد موموکو پاشا مثلا ای. برام خیلی جالب بود که این آدم من کاملا باش دو توافق صد درصدم وقتی بحث بچه ها و به عنوان پدر خیلی من سوهل رو دوست دارم شبیه سوهل باشم میدونی قشنگ دوست دارم کپی بردارم ازش خب اگه کسی نمیدونه موموکو دختر چهار ساله منه پاشان پسر هشت ساله بعد خیلی من حال میکردم با این داستان خیلی حال میکردم بعد تا پری اینا بود استوری گذاشته بودی که با موموکو پاشا رفته بودیم یه جایی که فضای سبز بود و میوه میخوردین و گوجه سبز اینا از چیز بعد باب. واقعا اون لحظه من خودم رو تصور کردم باق بودش برای که من این مدتی شروع کردم یکم کار درونی کردن و مدیتیشن و اینا یکم دوستیم با کودکی درونم زیاد شد من خیلی از بچه و فراری بودم اصلا بدم میومد بچه دور برم سر صدا میکرد تا الانم که سی و سال سالمه بچه نداریم با خانومم چون اونم از این لحاظ که خب خیلی به, به نظر من احترام میذاره خیلی شاید تو این دنبال این علاقهش نگشته ولی الان کم رفتیم وارد شدیم دیدیم که نه ما اصلا با بچه اینجوری قهر بودیم اوکی بس برای یه مثلا تعریف کنم همینجا چون خیلی جالب داره به خواهیم تو بگو, بگو نه دیگه من برای این اینجا میدونی هر آنچه که در مورد بچه ها و گذشت و اینکه به ما چیکار میتونیم بکنیم که پدر خوبی باشیم من اصلا من یه رفیق دارم د. که به قول معروف همین اخلاق تو رو داره بچه بعدش میاد بعد یه خانوم هم داره خانومش از بچه متنفره یعنی مثلا اگر تو خان... تو تو مرده ای تو رابطه همین همین بیلیو توی بعد خانومه ده برابر بعدش میاد از بچه زن باور کنید بعد من زنگ زدم به اینا خودمو خیلی چتر سال انداختم خونه گفتم که آقا من واقعا بهش چهارشنبه زنگ زدم مرمان. نه کالیفرنیا چهارشنبه بهش زنگ زدم گفتم که جمعه دیگه هفته دیگه مثلا کجایی مثلا گفتم آخر ماه کجایی گفت هیچی خونه ای گفتم اوکی من دارم میام گفت با چی داری میام گفتم من با زن و بچه دارم میام خونه تون دو هفته هم میمونم بعد چون دیگه مثلا من با آدم از بچگی بزرگ شدم و مثلا این خواهر واقعی میمونه دیگه راستن یارو حرفی نزد اینجوری نبش... آپشن ندادم که مثلا اوکی یا نیستی گفتم اگر اوکی نیستی من چت میرم تو چ... توی حیاتت میخوام من دارم میام دیگه هر کاری میخوای بکنی, بکنی بکن و خلاص من رفتم اونجا و روز چهارم پنجم هم خانومه هم شوهرش منو صدا کردن توی حیات گفتم من خواهد... یه چیزی میخوام بهت بگم گفتم که چی گفتم شما که آقا من خواهد خواهی کنی گفتم چرا گفت والا ما هفته پیش مکزیک بودیم بعد یه نفر اومده بود با همون که دو تا بچه داشت اندازه تو دقیقا بعد ما این بچه ها رو تمام شب که نمیدیدیم تو مثلا موقعی هم که میرفتیم بیرون هم نمیدیدیم وقتی وقت ماساژم بود نمیدیدیم ما مثلا در روز اینا مثلا 4 ساعت با ماماباشون توی بغل یه جای پابلیک میدیدیم ما بغل استخ بغل اوشن جای خفه بغل اقیانوس بعد میگه اینا تو همون 4 ساعت مادری از ما سرویس کرده بودن که ما 5 6 بار اومدیم تلفن بعدیم به تو زنگ می‌زنیم که آقا بگیم نمیشه بیا کنسل کنیم ولی هر جوش رو, رو نشد بگیم چه جوری به تو بگیم نه این همه تو ما مثلا ماما خوبی کردی یه بار از مامان اینو گفتیم ما بعد انجام بدیم هم بخاطر همین به خاطر تو به خودمون فشار آوردیم گفتیم نه بعد تو الان 4 روز رو اومدی اینجا این بچه‌ها یه بار اصلا رو عصبی نکردن بعد این که به اونه هیچی موموکو جارو میکنه پاشا ریسایکلا رو میبره بیرون دیگه یعنی کارم از سر دوش ما برداشتن یعنی ب... اینجوری شده بود یعنی خیلی جالب بود واسه همین واقعا بچه تمش تو تربیته خیلی خیلی مهمه و میگم اصلا من واقعا برام کنجکاوی به وجود اومده هم در مورد لذت بچه دار شدن و هم در مورد اینکه این, این تربیت چطوری شکل میگیره بعد میگم داشتم اینو نگاه میکردم و خیلی حال کردم با اون کانت با اون استوری که گذاشته بودی و هم از فضایی که به همش حس بود و همه خودم که جای پاشا تصور میکردم احساس که اخی اگه من مثلا یه قابلیتی داشته باشم با وجود همچین پرنتی میتونم به مکسیموم قابلیت و پتانسیل خودم برسم و امیدوارم این روزی که پاشا این ویدیو رو میبینه حواسش به این باشه که خیلی باباش استند کرده بود نسبت به کامیونیتی که ازش اومده برای اینکه اصلا یه چیز آنیوژوالیه کاملا پاشا گوش بده خاطر همین آره حتما گوش بده بعدش به چیز کردم اونجا ریپلای زدم که واقعا چه حس خوبی بهم ده بار من اون استوریو بر و نگاه کردم که بعد دیگه تو چیز کردی ریکوست رو جواب دادی دیدم خیلی خوشحال شدم اونجا دقیقا فردای اون یه دونه کانتنت آپلود میکنی تو یوتیوب که یه سری مشکلایی که پاشا توی یاد گرفتن اون با و به به قول خودت داشت چقدر وقت گذاشتی و در نهایت به این چیز رسیدی که حالا تنبهوی گوش پیچوندنی شاید را میندازه این بچه رو بعد دیگه اونجا من چون خودم بشم روی کانتنتی که مثلا فکر میکردم بحث ADHD و اختلال یادگیری و پدر مادر ایرانی بعد مثلا خودم فکر میکنم که اگه من میخوام اینا رو به خانواده ایرانی شروع کنم مثلا باید کل قضیه رو اول شخ بزنیم که با, با دارو خوردن بچه مثلا تو سن 3 تا 13 سالگی گاهی موقع به نفشه نبینین که مثلا این دارو خلاصه میخواستم به این فکر کنم و بعد برام سوال شد که اوکی من حالا خیلی سوال از سوهل دارم برای اینکه اینو از کجا یاد گرفته من میدونم مثلا میدونم بابات چقدر آدم به قولی پخته بوده به لحاظ موقعیت اجتماعیش گلفروش موفقی بوده تکس گلاشو پرداخت میکرد تکس گلفروش رو پرداخت این گلفروشی عالی بود آره بعدش به خاطر همین اینو میتونم حس بزنم که اوکی که یه مقداری از فضای تربیتی و تجربه بچگی به حال بچه میاد نگاه میکنه پدر مادر هم کپی پیست میکنه و شبیه اونا میشه خیلی زیاد خب ولی چیزی که هست برای من واضحه که تو IQ خیلی بالایی داری یعنی هم تو جامعه کانادا زود بر میخوری هم بحث میری بدون اینکه کتاب زیادی خونده باشی تو زمین اقتصاد تز میدی که تزات هم جالبه درسته کاملا میشه بهش فکر کرد در مورد مسائل مختلف نظری که میدی حالا درست چالشیه و شاید من خودم باد همیشه موافق نباشم ولی من کلی کتاب مجبورم بخونم که مثلا بتونم باد به چالش بیام ولی در مورد تربیت بچه ها و متدی که داری پیش میگیری من نمیدونم چی کار کردی چون من واقعا میخوام کپی پیس کنم این داستان ببین من رو بخوای من پلنم این بود که وقتی که بچه دار شدم هر وقت تو زندگی وقتی زنم حامله است تو نه ماه بیفتم چون من یکی از که دارم به چیزهای متفاوت گیر میدم مثلا یهو گیر میدم که آهن از کجا میاد بهش به همین سادگی ها بعد یهو میدم یه ماه میفتم روش بعد از یه ماه میدونم قوی ترین مدن ها کی, کی بیشتر پول در میاره آهن چجوری بخری بعد تمام میشه دیگه کاری ندارم با آهن دیگه میرم بعد هفته بعد میفتم تو مثلا برنج سیاه چجوری درست میشه اصلا کاملا بی واسه همین این اخلاقم رو میشناسم وقتی به خودم گفتم وقتی که زرم حامل شد تو اون نه ماهی که حامله است و تکنیک ده ماهه تو اون ده ماهی که حامله است من چیز میکنم میشم کتاب متاب میخونم و داکیومنتری نگاه میکنم میفتم رو بچه روان بچه رو ریپ میکنم چرا چون وقتی که سال اول دانشگاه که بودم یا دوم یه کورس سایکولوژی برداشتم بعد توی اون به بچه حرف میزد مثلا اینکه که خیلی باحاله که بچه سه سال داره این کارو باش بکنیم یه دیوان آب برمی دیوان نوشابه بعد این بالاش کج میشه دیگه واسه همین اگه تو آب بریزی تاش صافه ولی یکیشونو برگردونی چون اونی که این جوریه آبش میره بالاتر وای و بعد تو اگه دو تا بچه بذاری جلوی بچه سه ساله میگی در بچه بازه میگی تو اینا انقدر آب بریز تا اینا مساوی شن بعد بچه آب میزه یه خوری میزنی و دو قطه میزنی و عقب جلو میکنه تکون میده بعد از یه ساعتی بهت میگه که اوکی مساوین. و بعد در بچه میبندی بعد بهش میگی میبینی که آب نمیزه بیرون میگه آره بعد بچه برمیداری برمیگرد اونجوری صورتش میگه کدوم می آب داره بعد میگه اون بعد دوباره برمیگردیم میز زمین میگه کدوم بیشتر آب داره میگه مساوی بعد میگه از کجا اومد جوابی نروید بده بعد این کار اگه تا دو ماه بکنی نمیفهمه چون مغزش اونه خب بعد برای مردم این یه خوره نفهمیده است این موضوع یعنی مثلا اتفاقا چقدر جالب و همه چی به هم رب داره دیروزشم با بابام صحبت میکردن. خیلی عجیب اوکی با بابام صحبت میکردم بعد بابام میگه به نظر من خیلی باهوشه ولی یه ایرادی من توش میبینم گفتم چی گفت وقتی میره قایم شک بازی میکنه مثلا تابلوه مثلا خودش مثلا رفته پشت یه دونه پرده واسطه پاهاش بیرونه یا مثلا خودش من میاد میگه در کمد رو ببند چون بلد نیست در از تو ببنده تو دیگه در رو میبنده بعد میگه که قایم شدم بیا منو پیدا کن بعد میگه چهجوری نمیفهمه خب مثلا این بابای منم هنوز نمیتوز بفهمه که بچه مغزش با یه آدم بزرگ فرق داره انسان ها فکر میکنه از روزی که بچه به دنیا میاد همه چی رو میفهمه چون ما این دست داره پا داره ولی مغزش در لول سگ هم حتی نیست چون تا اگه سگ شش ماهه رو بیاری میره شکار میکنه برات بچه شش ماهه رو بذاری رو زمین نمیتونه بشینه هنوز فقط میفته زمین ماسالش انقدر که خوشو بره بالا اگر کسی علاقه داره اینا بدونه دلیلش اینه که ما وقتی میمون بودیم رو درخت رو بودیم رو چهار تا سوپا رو نرفتیم وقتی میافتیم پایین شون رو پاها را, رو پاها رو رفتن فیزیک بدن زن عوض میشه زن دیگه نمیتونه بچه رو کامل بزاد اگه بچه کامل رو بذاد میمرده چون اینقدر گنده میشه دیگه ازش نمیماده بیرون بر همین انسان ها فقط اونایی که پریمچور به بچه میزایدن میمونن هر کسی که بچه شما میتونه توش کمش کامل بکنه هم بچه هم مادر میموردن چون بچه تو گیری مادر نمیشه بده بیرون اونایی که پریمچور بچه میزاییدن میشن تمام مامانای ما که هنوز موندن واسه همین تمام انسان ها پریمچور به دنیا میاد واسه همین نه ماه برای ما آماده نیست واسه ما آماده نیستیم هنوز به اون چیزی حالا کاری نداره کسی میخواست بدون این جالب بود بعد مغزه شروع میکنه یواش یواش روش کردن یواش یواش روش کردن تو هم نمیفهمی که کی موو میکنه از یک به دو دو به سه سه به چهار خب این برای من خب خیلی جالب بود چون من نمیفهمیدم اینو بعد همون موقع میدونه کازن داشتم که دقیقا سه چهار سالش بود اومدم همین اتصال باش میکردم همه جواب میداد واسه من اون وقت خیلی فهمیدم مغز بچه جالبه و من فهمیدم که چقدر من نمیفهمم راجع به مغز بچه و من فهمیدم که ریسرچ هست راجع به مغز بچه واسه همین دیگه حتی اون کتابه رو هنوز دارم یعنی اون کتابه از سال 2000 نگه داشتم گفتم وقتی که زنم بچه داشت شد 20 سال 30 سال دیگه میشم کتابه رو دیگه میخونم که ببینم مغز بچه چطوریه ولی همین خب، این خب پشت ذهنم بود قبول. نه حالا واسه اصلا نکردم این کارو ولی مثلا فرض کن که بچه‌ای که ساعت سه شب چهار صبح سه صبح چهار صبح پا میشه نق میزنه گریه میکنه نمیذاره تو بخوابی و تو میگی من میرم در اتاقش رو باز میکنم با خنده میرم سراغش تا ممکنه هفت صبح هم بشینم کنارش خب این کتابه دیگه نمیتونه اونجا برای کار آقا من بذار سوال مثلا من این کتاب الان خوندم من اجرا کنم اون از کجا اومده اون آیا مثلا خودتو توی اون بچه میبینی اون این حد از محبت از کجا میاد این مال بابامه ام... حالا اصلا من این داستان تعریف کنم من وقتی که با النا ازدواج کردم پاشا یه سالش بود واسه همین من دیگه آه. وقت نکردم بخونم کتاب رو واسه همین یه جو افتادم توش تمام این چیزهایی که قصد داشتم از بین رفت حتی کتابم که مال جوانی بود اونم نخوندم بعد رفتم میشه دکتر به دکتر گفتم داده داستان اینه من باید چیکار کنم گفت یه کتاب هست به اسم kids are worth it. یا فقط they are, they are worth it. این کتاب خیلی قشنگ توش توضیح داده چه خیلی با بچه دیل کنی چه خیلی تنبیهش کنی چه جی باید باش صحبت کنی اینا من قبل از این خیلی چیزا رو اشتباه فکر میکردم مثلا من فکر میکردم که اگه مثلا میگم بچه بیاد دیواره تو بگا تو باید بندازیش تو اتاق درش ببندی مثلا واسه یه ساعت بعد اگه بچه اومد قدوش هم نخورد بعد تو اتاق درش ببندی واسه یه ساعت بعد اگه ما بچه اومد فوشا بعد فهمیدم که نه بچه چون همون مغزش فندقیه نمیتونه ریلیت کنه یه کار بد میکنه تموم میشه بعد میفته تو تا واسه دو ساعت میفهمه باباشم عوضیه <applause> این ربط نمیده اینا رو به هم که من چون کار تخ میکردم من با بابا تو اتاق تا یه سنی و تو چون نمیدونی تو چه سنی اتفاق میفته تو هر دفعه قبل از این کار میکنی داری به بچه ضربه میزنی به رابطتون این یک دو من بابام همیشه خیلی چیل بود مثلا اگه من میادم خونه بعد بابام اگه بابام میومد خونه بعد میاد من خونه رو مثلا مثلا مثال واقعی میزنم یه روز من خونه نمیدونم چرا تو امروز زمین کارو کردم اینجا یه راهروی خیلی دراز بود از در خونه که میومدی تو یه راهروی مثلا فکر کنم سی متر مثلا فرض کن تایه این راهرو اتاق من بود و من جو ات اومدم از خونه تو بسکتبال داشتم تو بسکتبال جو انداختم زمین این این سی متر رو قوقل خورد رفت باعث دقیقا دم در اتاق من و من جو راه رفتم راه رفتم،, رفتم رفتم رسیدم به این توپه دقیقا جلوی در اتاق بود من جو پایین رو نگاه کردم بالا رو نگاه کردم تمام اتاقم هم یه دیوارش تمام شیشه است اینجوری پا بردم بالا کوبیدم زیر این توپه توپه رفت وسط شیشه شیشه ترکید خب من اصلا نفهمیدم که چرا من این کارو کردم من جواب دادم که ای. چرا من اینجا شوت کردم چرا این ترکید و چیکار کنم الان اصلا نمی‌سم چیکار کنم بابا اومد خونه من خونه مثلا من خواهی کرده اونم میگه من خونه بعد گفتش که نه بابا من شیشه‌مو شیکوندم گفت چیزی که نشده گفتم نه فدا سره رفت اصلا نپرسید چه جوری شکست چی شد که توپ رفت روش هیچی چی نپرسید خب مثلا این چیزا خیلی واسه من جالب بود چون میدونستم مثلا دیده بودم دوستای دیگه هم مثلا چه پنیر از یخچال میخورم، مامانه جرشون میداد بعد من اومدم نصف خونه رو بردم پایین مثلا بابا انگار اصلا نمیپرسید چی شد چرا خب این خیلی برام عجیب بود که نمیپرسید چی شد بعد اینجا فهمیدم که مثلا آقا این چیزا خیلی تاثیر داره یا مثلا یه چیز من دوست خیلی آشغال داشتم برای 7 سال خب من از این دختر دخ... 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 دهن من سالگی تا داریم صحبت میکنیم کنیم این بیست و دو سه سالگی یه دوست دختر خیلی آشغال داشتم بعد روزی که باش تموم کردم زن زن به بابام گفتم که آره مثلا با این تمومش کردم و اینا گفت خب خوشحالم گفتم یعنی چی خوشحالی گفت خیلی آدم آشغالی بود گفتم خب پس بس... کوچیک چرا نگفی تو هفت سال نیم پیش گفت برف من گوش نمیدادی اگه بهت میگفتم فقط باعث میشد از من دور چون وقتی که به قول دول شق میکنه دیگه نمیفهمین این چیزا رو من هم دادم که خودت بفهمی یا خودت میفهمی یا خودت نمیفهمی حرف من هیچ تأثیری نداره و این بابای دیگه اینو نمیفهمن بابای دیگه میگه نه من وظیفه‌مه باید به بچم به راه نشون بدم آره زور میدونی مثلا خیلی جالب بود یا مثلا من گل کاشته بودم توی آفیسم بعد بابامو نمیبردم آفیس و بابا بابام فهمید یه چیزی هست یه شب که من خوابم میاد کلید از جیم من میدوزه ساعت 3 صبح میره آفیس من در باز میکنه گلا رو میبینه بعد میاد خونه بعد من سه سال بعد تصمیم میگیرم به بابام بگم, بگم که بابا من گل کاشتم میگم بابا راستی من یه زمانی هم گل کاشتم بعد میگه آره میدونم تو آفیس گل تو همون بخوام تو کجا میدونی گفت این من خیلی برام جالب بود که وقتی مثلا یه چیزی گنده منم پیدا میکنم منو بیابرون نمیکرد بروم نمی آورد بابات کانال یوتیوب نداره مجزا <تصالح> <تصالح> خیلی کارش باحال بود خب بعد میدیدم که بچه‌ها دور برامون پشمش نان استاپ داشت میریخت همه هی گفتن واو چقدر باحال باحال چقدر باحال باحال آره. مامانم همینطور ولی الان خیلی اخلاقی تربیتی بابام خیلی بیشتر تو زندگیم تاثیر داشته مامانم مثلا مهربون بودن رو به من یاد داده مامانم به من یاد داده که مثلا دوستات حسودی نکنی مامانم بهم یاد داده که مثلا پولو خیلی جمع کنم ارزش پولو بدونم خوبی میکنی انتظار نداشته باش مامانم این چیزا رو به من یاد داده بابام به من یاد داده که مثلا همین آدم قوی باش من بعد زرنگ باشی بعد مشکل حل کنی نه باید از کسی کمک بخوای یه هم یه هم... متفاوت بود بعد مثلا یه مثال برای برای حمید گفتم ولی حمید درست میگم دیگه آره آره یه مثال برای حمید گفتم مدرسه که میرفتم من جز مثلا تو کلاس اون نفر چهارم زرنگ ترین بودم کلاس اونم زرنگ ترین کلاس مدرسه بود این چهارم زرنگ ترین بچه مدرسه هم حساب میشدم حالا شاید مثلا دو تا بچه این و از اون بتمشم میشیم 6 سال یا سال میشیم دو ولی بین زیر ده نفر با اوشتنین بچه مرسه بودم. بعد ولی چون که شهر بودم فقط با بچه شهرها میگشتم چون بچه هایی که بعد درسشون خوب بود همیشه حالا درس خوندم من بودن هم بودن مثل من تو بودم دقیقا هم درس نمره خوب بود ولی دوستام همه بچه شهرها بودن آره دیگه من خوب ولی کاراکتر خودم باز همین بود من شبیه اونا نمیشدم اونا من شهر دوست داشتم تایم با اونا بگذرونم جان؟ من شهر بودم خودم ولی دیو بودم بعد امتحان آخر بود. کارنامه رو دادن. و من کارم هم نمیدونم بادم شده هم 18 19 یادم نمیاد چند شده بود فکر میکنم 19 بعد بچه ها برشن کارم من رو کپی کردن بعد اسم خودشون رو بریدن رو کارنامه خودشون گوشن رو مال من چه با چه هست بعد دوباره کپی کردن شد کارنامه جدید به اسم خودشون بعد سه تا بچه ها این کارو کردن رفتن خونه اما باباشون کادو گرفتن پول و نمیدونم اینو و اون و کفش و ساعت هرچی که میخواستن گرفتن با کارنامه دروغی و دزدی من با کارنامه واقعی رفتم خونم بابام دعوا میکرد گفت توی 20 چی کاک بر سرت کن یه درس خوندن کارت دیگه اونم نمیتوسی کامل انجام بدی مثلا بعد من اینجا سافت آپدیت شد تو نه اینجا من یاد گرفتم که نباید um, بابای من اخلاقش اینجوری بود که میگفت اگه به یکی برینی یارو بهش بر میخوره چون میخواد برینه به تو میره انقدر درس میخونه 20 شه که سمسر بگه بیا دیدی من 20 شدم من به خانواده خوش فوشونم این انگشتی میدم به جای وسطی هر الان دعوا میشه اینطوری میکنم دقت کن تو تو که میدونی منظورم چیه بله 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 به اون میگم بعد اونجا مثلا فهمیدم که این راه درست نیستش حالا یه دونه استادی کردن اینم خیلی جالبه بچه‌ها اینو حتما گوش بدیم 100 تا آدم رو میارن 100 تا دختر 100 تا پسر یه تا. بعد بهشون میگن که میخوایم بهتون یاد بدیم روی چوب بشقاب بچرخونین یارو کسی که این کار است میاد یه توضیح به اینا میده میگه اینجوری 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 بعد میگه برین یه ساعت تمرین کنید یه ساعت تمرین میکنن بعد دونه دونه میان تو اتاق کسایی که این تست رو دارن را میکنن به این یارو که مربیه میگن هر کی خوبه بریم بهش هر کی بده بگو دمت گرم خب بعد یارو میاد میذاره میزنه میچرخونه بلند میکنه یعنی پشمات میزه در لول همون یارو بعد میگه اصلا خوب نیست بدنت کجه اون لحل اصلا مداره بیفته خیلی ادعا داری فیلم کنی. مثلا خیلی خوب زدی خیلی اخوت واشدی خوشحال بابا دریدی تو این کاری که تو میکنی من ثانیه اول کردم نه بعد یه ساعت برو دوباره تمرین کن بعد در لولی که وقتی یارو میره بیرون گوشیشو در میاره چششو میگیره یه خورده گریه میکنه یعنی یه اش میگه دو دارم دیونه میشم بعد به این آدمو اینجوری بگم انقدر برای باهوشتر و اسمارت وقتی فیدبک بد میگیرن بیشتر از همه میان خودشون که مگه میشه میدونی بعد هر کی میومد مثلا یه زنه میومد اومد میومد می اومد میذاش میافتاد اصلا نمیتونست هیچ کاری بکنه 20 بار این کارو که حتی, حتی یه بار مثلا یک ثانیه اینو بذاره روش پرت بعد گفت خیلی خوبه این کاری که تو داری می‌کنی من یه ما طول کشه به اینجا برسم مثلا عالی داری می‌زنی و اینا خلاصه اومدن جدا کردن دیگه آدم ما رو گفتن آقا مثلا 80 دفعه خفن بودن 120 نفرم کسچه بعد بهشون توضیحا رو میده میگه برین یه ساعت یه تمرین دوباره برگردین اون 80 نفری که خیلی خوب بودن بدون استثنا میرن پایین یعنی اگه مثلا یارو میتوس لول مثلا به سر رسیده بوده برمیگره لول دو اونا که همه تنبیه آره اونا که بد بودن همشون لول یک بودن بهشون میگه خیلی خدایین وقتی برمیگردن همه شدن لول دو یا سه ولی اونا که آردی لول سه بودن همشون اومدن دو یا یک هیچ کدومشون نرفتن بود حتی همونی که بودن هم نبودن برای اینجا ثابت میکنه که میگه وقتی میرینی به مردم گیواب میکنن اینی که تو فکر میکنی میرینی به مردم باعث میشه سخت به جنگن وجود نداره از اون نشون میده که وقتی تشویقشون میکنی وقتی با اینکه بیارزن بیشتر سعی میکنن و خوب میشن من مجبور شدم داستان یه بخشی از زندگیمو بگم یعنی دقیقا داشتم میدیدم این اثر رو من 2013 اومدم کانادا تو ایران داروساز بودم خب بعد از طریق خانم هم خانومم اینجا به قول اسپانسرم که کرد منو آبو. بعد 2013 اومدم که فقط ببینم آیا کانادا رو دوست دارم که همون توی یه ماه اول اصلا عاشق اینجا شده بودم گفتم من حتما دوست دارم زندگی کنم بعدش اومدم مراحلی که ما باید امتحان اینا رو بدیم خیلی مراحل سختیه دو سال تقریبا تمام زندگی بعد مثلا زبانم اینا اصلا خوب نبود برای زندگی توی کانادا آماده نبودم بعد دو سال فقط تو خونه درس خوندم و کلی زحمت کشیدم ولی امتحان رو همینجور پشت سر هم رد کردم خیلی خوب اومدم بالا بعد رسیدیم به این مرحله که مرحله اینترنشیپه یعنی ما بعد دیگه حالا عملا وارد بازی بشیم یعنی بریم تو داروخانه بعد حساب کن من داروخانه ایران و پام توی داروخانه کانادایی اول که کسی میمثل این آپورتونیتی نمیداد که برم اونجا اون ساعت هزار ساعت بعد میگذرونم ولی به واسطه آشنایی که از طریق خواهرم داشتیم توی آلبرتا یعنی موو کردم رفتم آلبرتا فقط واسه اون هزار ساعت یعنی خانومم اینجا تورنتو مون من رفتم آلبرتا پیش خواهرم زندگی کردم فقط واسه اون هزار ساعت که اونجا ترین بشن مم. اون اسسور هم ایرانی بودش بعد گفت من اپورتونیتی رو بهت میدم اینا این بیا مثلا من اول 100 ساعت اول اساست میکنم اگه خوب بودی حالا باز جو به ساعت میدمونه بعد رفتیم و اینا اولش خیلی ساپورتیو بود قشنگ احساس میکردم یه دوست و یه برادر بزرگی پیدا کردم و اینا همیشه اصلا اینجوری رفیق اصلیم شده بودش توی آلبرتا با توجه به کسی هم نداشتم بعد از یه تایمی دیگه شروع کردش شبا منو می آور توی اون فارمسی اتاق اتاق که داشتیم میگفتش که همین چیکار داری میکنیم، یعنی اصلا تو هیچ پیشرفتی نمیکنی گن زدی مثلا فرض کن تو اینطوری بخوای کار بکنی 900 ساعت که هیچی 1900 ساعت باد. بعد بعد صد ساعت دومم ردم کرد گفت بیاین دوباره از اول بیا اصلا و من خیلی به هم ریختم یعنی همون آدمی که میگفتی شما من میدونستم که دارم بهترین خودمو میذارم دهن خودمو سرویس کرده بودم که بهترین خودم باشم بعد می اومدم فیدبک بد میگرفتم بعد این سوال ادامه داشت قطع نشد تا هیچ وقت بدتر و بدتر میشد که اینجوری اگه بخوای بری نمیشه و تو اصلا کارکترت نمیدونم به نظر میاد آدم وابسته هست و اینا واقعا من دو... تایم یعنی بدترین تایم زندگی بدون استثنا تا به الان اون تایم بود برای اینکه من همیشه تلقیم از خودم آدم بودش که مشکل وقتی بفهمم میرم سراغش حلش میکنم میام بیرون اینجا هر چقدر دست و پا میزدم میدم که هی دارم فیدبکی بعد میگیرم و از اونجایی که این آدم اولین داروسازی بود که من تو کانادا داشتم میدیدم یه جورایی داشتم کپیش میکردم هیچی دیگه بودی بعد آره بعد دیگه به این مرحله رسیدم که اصلا میخواستم امتحان آخرم که چیز بود و امتحان امتحان رو خیلی مشکل نداشتم ولی میخواستم نه ببین امتحان رو پس کرده بودم گفتم به خانومم هم موقع میزدم گفتم ببین من میخوام از فیلد فارمسی بیام بیرون من آدم این کار نیستم بزن من همه اسیستنتی که الان دارم میشم بمونم خب اونم خب هوا مو ساپورتی و باش هر چی تو بگی اسیستنتی که بلدی اسیستن با مثلا تفاوت درآمد زمین تا آسمون. من واقعا تا این مرحله از گیواپ کردن رسیده بودم بعد رفتم پیش داروسازه دیگه هم گفتم بذار برم مثلا با اونام هم کار کنم زیر دست اونا اونا چی میگن بعد دو سه بار رفتم میگم همه میگن تو داروساز موفقی میشی تو خیلی کارت خفنه اینا گفتم با نکنین دیگه بگین من حداقل ارادهمو بدونم پیشرفت بکنم گفتن نه به خدا تو خوبی همین تو مثلا ما اگه اون لول تو بودیم اینطوری اصلا نمیشود اینا ببین بعدش دیگه تموم شد اون دوران گذشت و امیدوارم یه روزی هم این ویدیو رو ببینه ولی سوهل من داروساز فوق العاده قوی بار اومدم برای اینکه برگشتم به شهر خودم اون آدم رو بل کردم با اون روحیه داغونم برگشتم شهر خودم یعنی من شیفت اول که بهم رسید واقعا گریه کردم از استرس که الان من میخوام برم تو اون زمین بازی که از قبل بهم گفتن تو تو این زمین بازی نمیتونی شنا کنی خب نمیدونستم رئیس جدید چه کثافتی میخواد بگه میدونی آره بعد من رسیده بودم توی استان دیگه و گفتم حالا موقع زمین بازیه و دیگه به قولی حالا دیگه تا الان همش پرکتیس بوده الان دیگه بازی شروع شد بعد خب به حال اینکه آشنایی داشتم به قرص خودم و بستم به قرص آرام بخشی که فقط من توی شیفت استرس هم رو بتونم کنترل کنم بعد هی میرفتم جلوتر دیدم که خیلی همه چی داره خوب پیش میره هر جا میرم من فیدبک مثبت میگیرم با اینکه تازه کارم ولی بهم فیدبک مثبت میدن اصلا کجاست پس این قضیه ببین من شاید دو سال دو سال و نیم طول کشید تا این قضیه به ریکاور بشم و این باوری که این آدم به من داده بود که کارت خوب نیست ریکاور بشم حالا قرصه رو گیر کرده بودم توی سوئل باورت میشه کلونازکام با میخوردم الان خودم یه ویدیو ساختم اینجا که اصلا چقدر اینا مخربه خودم حالا گیر کرده بودم تو کلونازپام یعنی یه دونه حتما بعد میخوردم و اصلا خوابم و داغون داغون می‌شد اگه بعد یه روزم دیگه سال 2020 که شروع شد 2019 2020 گفتم من فردا گور پدر این حالتی که سندرم محرومیتی که بهش میگیم داره گفتم میذارم اینو کنار من اولین باری از غیر از حالا مخاطبین حالا کانال و اینا دوستای نزدیکم و خانواده‌ام میدونن این داستان گفتم من دیگه میذارم کنار گذاشتم کنار و از مثلا فرض کن دو میلی گرم که حالا دوز زیادیه رسونم به صفر و خیلی اذیت شدم تا مدت ها خوابم خوب نشده بود همه ها بیدار بودم اصلا و هنوز نکن کن کانسیکونس های آدم کار این قرص چیه؟ آرام بخش یا خواب آور؟ کلونازپام آرام بخش و خواب آور من انقدر که بهش عادت کرده بودم که خوابم نهی تو شیفت ها شیفتم که تموم میشد بدنم انقدر آلرت بود که خوابم نمیبرد شیفتم تموم میشد تا خونه میخواستم بیام پشت ماشین چرت میزدم قشنگ رو چورت بودم چند بار نزد او تصادف بکنم ببین من خیلی طول کشید تا از اون حالت از اون باور بیام بیرون تا ریکاور بشم و الان انقدر این باور قوی شده منظورم باور بدش دیگه نیست انقدر جهت مثبتش قوی شده که من نه تنها خودم و خیلی خیلی قوی کردم تو این زمینه یعنی واقعا زمینه آره بعد اومدم حالا همین نسلی که بعد از من میانه دارم بهشون یاد میدم میگم آقا میان اینجا من حالا اگه ادسن بر اومد ساپورتتون میکنم خودم دارم آموزش بهشون میدم خودم کلاس گذاشتم براشون بر اون امتحان آخری که سختره خودم دارم تمام این چالش ها رو من ابزرو میکردم میفهمیدم مشکلت کجاست اومدم مشکل رو گرفتم و دارم بهشون تیز میکنم فقطم در جهت اینکه بگم اون دوره که به من گذاشت من دوست ندارم بقیه تجربه کنم همش به خاطر اینکه یه آدم خیلی احمقانه فکر میکرد نمیدونم آیا اینطوری من پیشرفت میکنم یا مشکل از کجا بود که بعد من نه ما اونجا بدون که حتی یک سنت دستموز بدن اونجا کار کنم نه ما همش والنتیر یعنی کار مجانی کردی اصابت هم نه، خیلی آره بعد از همه بعد هم میدادن نامردی بود. آره اون آدم نمیدونست داره این کارو میکنه ولی من با این بابا, بابا مامم میکرد نمیدونست. یه می آدم به این خوبی به این مهربونی آره میکرد ولی تاثیر اون قضیه خیلی طول کشید تا بره به خصوص برای کسی که مهاجرت میکنه اون آدمایی که اول میبینن رو خیلی کپی میکنه به خاطر همین حالا اگه کسی این ویدیو رو می‌بینه که قرار منتور آدم تازه چیز باشه خواهشان حواسشون به این قضیه باشه و بعضی از آدم‌ها هستن که ممکنه منتالیتشون فرق داشته باشه خلاصه دیگه بحثو خیلی از اون چیز دور نبرم من توی دغدغه‌ای دق که همچنان دارم یه چند تا چیز دیگه برام هست برای اینکه می‌خوام از تجربات استفاده بکنم چون چند تا موقعیت که تو خصوصیت که خصوصیت خاصی که تو داری هم به لحاظ فاینانشیال وضعیت خیلی خوبی داری هم کلی تجربه داشتی که از لحاظ سکشوالیتی و یا هر چیزی برای آدم خیلی ناول ممکنه تلقی بشه تو آردی توش ممکنه بودی و تجربه داشته داشتی از پدر خیلی خوبی هستی یه بازی هست اینجا کارت میدی به هم دیگه بعد تو چیزایی مثلا چرتو پرد نوشته مثلا نوشته مثلا میگم توی تاکسی ترتیب یکی دادم نمیدونم تو هواپیما تو توالت هواپیما دادم نمیدونم به دوتا تا مرد هر نوشته بعد کاری که میکنی تو این سوالو میخونی باید نگاه کنی تو اون جمعتون حد بزنی کی این کسافت کاریو کرده بدی به اون اگه اون بگه آره تو یه پوینت میگیری اگه بگه نه اون یه پوینت میگیره بعد که هفت نفر نشسته بودیم همه میخوندم میدادن به من آره 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 نه آره 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 نه آره اینم خلاصه برای چیزی که بعضی براش تلاش میکنن دیگه مثلا طرف میگه آقا من برم جیم مثلا برم بدن رو بسازم بتونم مثلا یه مقدار توجه بیشتری بکنم یا فلان کار رو بکنم خب تو آردی مراحل هم دوش بس اون هم توش پس به حال بودی فاینانشیال که اونم جاذبه خیلی بزرگی ثروت اونم بوده از این طرف بچه هم بودن میخوام بدونم لذت این قسمت بچه دار شدن و اون تایمی که میری با بچه ها اسپند میکنی مثل تو طبیعت میری باشون هستی کمپینگ میری آیا قابل قیاس با لذتی که اون جنبه های دیگه زندگی داشته هست و اگه هست بالاتر پایینتر درصد میتونی بهش بدی یه ذره به قولی یکم ایده بهم بدی به, <تصفح> به این وقتی من ماهی مثلا 200 300 دور پول در وردم پول برام مثلا بی ارزش بود خب واسه همین خیلی دنیا رو تونستم خالص نگاه کنم این مثلا وقتی میافتم واقعا میدیدم بعد اتفاقی که افتاد ببین من خیلی مارکینا زیاد میپوشینم چون که رو داشتم نه به خاطر اینکه مارک دوست داشتم حالا منظورش چی از پولشو داشتم من وقتی که بیزنسم رو شروع کردم اندر نمی آوردم مثلا چند هزار دولار آوردم. در هم یعنی دولار. خب. دولار می اومدم گفتم آقا من پنج درصد از درمه رو واسه لباس یا میشد 50 دلار خب و وقتی درمه به هزار دلار پنج درصدش میشد پونزه هزار دلار بعد خب من من نیست من سه ماه یه بارم، همون من من سه ماه بارم خرید نمیرفتم به وقت رفتم خرید نگاه می‌کردم تو حساب یه حساب خاص بود که هر ماه 5 درصد می‌رفت تو اون حساب لاگین می‌کردم بعد می‌دیدم تو حساب مثلا 48000 دلار پوله خب بعد وقتی که من انقدر پول دیگه برای کار دیگم پول زیاد داشتم که دو گشت. مثلا اگه چون هم سه درصد گوشم سر رستوران تو حساب رستوران هم دلار پول بود بعد میگفتم رستوران می گفتم استیک چند میگفت 700 دلار میگفتم دو تا بیار چون میگفتم که ما هم داشت چه انقدر داریم هزار تا داش کم چه هنوزم کلی پوله یا مثلا هم لباس میخریدم مثلا میگفتم کفش مثلا 1000 دلار میگفتم سرنگشو بده بعد صد میشه 3000 دلار من تو حساب هنوز 42000 دلار دو مونده مثلا اینجوری شو که رفتم توی مارک نه به خاطر اینکه برم مارک بپوشم که بقیه ببینن و اینا تمام لباس های هم تو جایی که پاسه بری هیچی روشون ننوشته مثلا من کفش کفشی که دارم هیچ جاش مارک نداره فقط اگر من در از پام می تو میتونی توش چی یا اگه پا بگیرم بالا زیرشون میبینی مثلا خط قرمز مثلا پرادار داره یا هرچی بعد کلن پول برام بیمنی شد هر مسافرتی میخوام یادم میاد به بچه هم که بچه هر کی میخواد بره مسافرت من میام فقط دو من بگین تاریخش کیه و چقدر پول بدم یعنی مثلا بلیت منو بخرین اصلا به من نپرسین بلیت منو بخرین فقط به من زنگ بزنین که سو سه شنبه دیگه تا چهار شنبه هفته بعدش دارین میرین فلان جا پول تیکت تو دادم من همونجا پول به تو ترنسفر میکنم خودم هم میام چون وقتم همیشه بازه نمیدونستم تا این مقدار به قولی 100 هزار رفا هم رفتی توش اوکی نه خیلی از نظر رفایی انقدر بالا بودم که باور کنی چون میگم دیگه هیچ کس باور کنی حرف منو که میگفتم مثلا زنگ با من ست میکنه آقا هفته دیگه اوکی میگفتم وا مگه به نمیگم فقط تاریخو بگو با پول من پول بیدم. حتی اگه نتونم بیام پول تو بهت میدم دیگه چه چه گارانتی بهت بدم چیکار کنم حتی مثلا بابام تعارضش بشه نتونم بیام اوکی من پول تو رو بهتون میدم چی میخوای از من ولی بازم مردم باورشون نمیشه بعد اونجا که به اون سطح پول رسیده بودم دیدم دنیا چقدر پوچه فهمیدم که مثلا اصلا هیچ معنی نداره هیچی عوض نشده یعنی تمام زندگی فکر میگم که او به پول برسم این میشه اون میشه دیدم هیچی فرق نکرده من هنوز صبح بلند میشم ناراحتم چرا رفیق فابریکم دیروز اصلا سینما منم به من نگفته اصلا اصلا ناراحت بودم که چرا دوست دخترم یا خوشحال بودم که چرا دوست دخترم داره فلان کارو میکنه بعد نمیدونم شب گشتم میشد غذا میخواستم دو تا قاشق میخوردم سیر میشدم حالا میخواست خاویار باشه میخواست خاویار نارنجی باشه که مثلا ارزون تره فرقی نداشت صبح که بلند می شدم. اگه لاغر شده بودم خوشحال می شدم. چی خورده بودم دیشب برام مهم نبود مثلا فهمیدم که دنیا پول اصلا توش تأثیری نداره خب بعد نسبت به پول خیلی سرد شدم بعد حالا یه چیز دیگه راجع همین مارک میخوام بگم موموکو الان آیپدشو که داره مثلا باز بازی باربیو میخره بعد 10 دلار میدی باربیو میخری بعد توش میگه که حالا اگه میخوای با... باربی لباسش زرده اگه میخوای لباسش صورتی باشه بعد دو دلار دیگه بدی آه. بعد دو دلار میدی میگه حالا اگه میخوای روش خط زرد بندازی دو دلار دیگه بده بعد من همیشه وقتی موموکو میاد من ممکن میگه میگم آخه چقدر یه آدم باید احمق و پوچ باشه که تمام زندگیش الان اومده اینجا داره واسه من گریه و اصرار میکنه که این پیکسلای آبی رو بکنم زرد اگر یه ماجیک پردانم بکشم روش زرد رو کاغذ چسب سفید به چسب روش اونم قبول نیست نه باید پیکسل خود باربی بشه زرد چون پولش رو باربی بگیر اگه من بتونم کامپیوتری هم عوض کنم قبول نیست بعد به نظر اح... خب بچه خیلی احمقه دیگه واسه همین گول میخوره دیگه درست نمیگم احمق که خب نمیفهمه دیگه آره میشه گفت به نوعی چیزش دیگه از نفهمی بچه دارن استفاده میکنن که میگه بید... آره کی... من خیلی از اون چیزا شاکی ام از سازنده شاکی ام که چرا مثلا رفت سراغ دنیا بچه ها واسه اون که خیلی, خیلی کثیفه مثلا یه دا داستان واسه دا یه اپیزود دیگه است ولی خارج مم. از اون چه فرقی داره با دنیای واقعی دیروز من فیلم نگاه میکردم توی فیلم دارن صحنه ساختن که میخوام مثلا برینم به یه نفر مم. یه دوست پسر دوست دخترن که پول ندارن نشستن دارن با هم بازی میکنن یه دوست پسر پسرن که توی همین خونه زندگی میکنن که یارو میلیونره بعد دارن میرن بیرون یه لیموزین اومده و دختره لباس خیلی قشنگ پوشیده دستبند مثلا 30000 دلاری دستش و انگشتر 70000 دستش و لباس چه میدونم دلاری تنشه بعد یهو دوست پسر پولدار میگه که یه چیزی کمه ها یه چیزی میسینگه بعد یه عجیبه یه دونه گردنبند الماس در میاره میپیچه دوره گردن این خب بعدش فکر که خب طلا اتفاقی افتاد پیکسلای کالر این خانوم که اینجا الان قهوه بود الان شد سفید براق بر بعد یهو بازی موموکو رو تو واقعیت دیدم دیشب برای اولین بار که فرق منی که عقده دارم عینکم اینجاش خط قرمز داشته باشه با موموکو که دلش میخواد باربیش خط قرمز داشته بشه چیه یعنی همون قدری که اون احمقه و بچه و نفهمه و اون حق داره ها چون اون مغز نداره چون اون گاوه من گاو نیستم و دارم گول میخورم یعنی من دو برابر اشتباه بیشتر دارم میکنم از بچه اگه بچه گاوه من دو تا گاوم ها بعد دیروز برای اولین بار این صحنه رو دیدم که واو زندگی واقعا همینه فقط گولت میزنن میگن خوشحال میخوای باشی این پیکسلات باید الان الماس بشه خوشحال باشی الان خط دورینه عینکت بعد یه خط قرمز روش که کسی بغل نگاه میکنه ببینه اوه این یارو رفته پول پرادا داده حالا این عینک من مثلا داستانش چیه رفتم تو عینک فروشی یارو منو میشناخت از همین تلویزیون تلویزیون بعد بهش گفتم که گفت آقا تو بیمه نداری من حاضرم بهت عینک مجانی بدم هر چند وقتی که میخوای بعد بیمه تو, بیمه تو بتیقم گفتم نه من ندارم ولی خانومم داره اوکی عینک منو به اسم خانومم بدی گفت شور سو این عینک من مجانی گرفتم یعنی من یه دلار هم پول نداشته تکنیکلی دزدی هم یارو کرده تو این پروسس که از بیمه خانومم که اینو بگیره میفهمی ولی این چوسیه باید باشه حالا چون من میام بیرون اینجوری هم. احتمالا همین فکر میکنه من 550 دلار پولی ندادم اوه. بعد یه یارو هستش خیلی حرفای قشنگ میزنه میگه که برند واسه اینه که خودتو گول بزنی فقط و فقط ام. کسی که برند میوشه میاد بیرون تو توهمش اینه که همه دارن حال میکنن باش ولی مثلا من خواهرم خیلی برندیه بعد یه میاد نشون میدم سرش کله اسکلت میگه اسکلت داری یعنی خب چیه نمیشناسی الکساندر مکون نمیشتسی؟ نه این کیه؟ بابا تو که اصلا این ناراحت میشه که من ایمپرس نشدم با اون پولی که خوش گاهی درفت رو بگیره واسه همین من یه تئوری دارم اگر حاضر نیستی با چیزی که مارک داره فوتبال بازی کنی لیاقت اون مارک رو نداری این تو اگه کفش گوچی پوشیدی بعد یا یکی توپ انداخت شده گفت به اموز فوتبال من کفشم خراب میشه تو چاقالی تو نه گوچی پات باشه کسی باید بره مارک بخره که تو سناریوی من بود من گفتم مارک می خریدم به خاطر مارک نمی‌خریدم وقتی می‌اومدم بیرون برام خودش خوشحال باشه و یعنی خراب بشه دیگه اوکی خراب شده دیگه بود آره دیگه. من اصلا تو مغازه میگفتم آقا من می‌خوام لباس بخرم این مغازه توش بیشتر از همه مغازه ها لباس داره به خاطر اینم لباس مارک دار میاره گرون هم می می‌فروشه اگه یه جایی بود مثل اون لباسش ارزون بود من اونجا می‌خریدم ولی <متحد> میرفتم مغازه چون لباسش زیاد بود خوشگل بود من خاطر این میرفتم نه بخاطر اینکه هم شواف کنم و این حرفا خیلی هم که مارک ها معلوم نباشه و از این میخریدم میپوشیدم هیچ چیزی هم بعد یادم یه شب یه لباس خریدم بعد همونو باهاش خوابیدم بعد معمولا اومد بیدار کوشش با تیشرت 700 دلاری که آدم نمیخوابه تو تیشرتای مثلا گریتو من میبینم می باش میدونی مهمونی خب اون گریه رو الان بپوش اینو بذار مهمونی گفتم بابا مکس بسیار مهم نیست این چیزا تیشرت واسه که منو خوشحال کنه اگه نمیتونی شب خواب و تحمل کنه به تخمم یا مثلا یه دفعه یادم مامانم اومد سه چهار تا تیشرت های پ... ام... چیه چی اون یارو بربریو بر اندخوام صد اشغال و مامانم گفت چه نه گفتم مثلا یه چیزی گفت خب این تیشرت کیه هست که الان همین که الان تنته خوب. گفت خب گفت اینو بنداز اونو دو خونه بپوش میفهمی اون داشت صحیح می کرد پوله رو سرف کنه ولی واسه من تیشرت خراب شد تیشرت سالم بود تیشرت خراب شد تیشرت سالم بود این تیشرت رو خریدم 5 دلار ولی سالمه اون تیشرت رو خریدم 700 دلار ولی پشت پایینش یه لکه چربی افتاده که من دوست ندارم من اون اینجوری می دیدم مالم چی بود 700 دلار 5 دلار بگو چربی داره بشه به جهنم میشه نه 200 دلار قیمتش هنوز قیمتش خیلی بیشتر از این 5 دلاری است ولی من اونجوری دنیا نیا نمیکردم حالا همه چرا اینو گفتم که بگم آقا پول به هیچ اما خوشحالی نمیاره فقط وقتی تو خوشحال میشی که بفهمی همین داستان مومکور که واسه توضیح دادم که دنیا داره تو رو گول میزنه کی تو رو گول میزنه همون آدمای بدی که گفتم همیشه وجود دارن همه آدمی مثل من موفق میشم کمپانی تیشرت میزنم بعد تیشرت هم معروف میشه بعد میام پیشادی 700 دلار و هر شب که میرم میخوام میگم چطوری میتونم بکنم تو کونه حمید 800 میدونم 700 شده بدم چیکار کنم بشه 800 بده اوه این ها. لیمیتده اینو کلاب کردم با میس ویکی خلاصه همین جوری میری یکی که فقط یعنی اون یارا نشسته که مثلا میگه من چجوری میتونم بهتر تیشرت رو تولید کنم بهتر کیفیت رو بدم نه فقط فکر کنم چجوری بکنم تو چونه بقیه واسه 700 دلار اگر پول برادر همیت نداره به خاطر اینکه میری تیشرت رو زرد دوست داری میتونی بری بخری ولی چونش روش عکس اسکلت و من بعد اسکلت رو ببینم خواهی کنم که او تو 700 دلار پول دادی یه چاغالی بیش نیستی یه آدم گول خورده بیش نیستی یه آدم این که تبلیغات رو تاثیر گذاشته و مثل دقیقا یه دونه یه حیوان که دارن کنترلت میکنن همونی و من این چیزی که من تو،, تو دوران خودم فهمیدم و من واسه همین دیگه خیلی علاقه به پول زیاد ندارم من قبل از اینکه این حالت ساتوریشن از دهازه... مثلا منتالی برات حالا منتالی هم شو قبل از اینکه این ساتوریشن از لحاظ فاینانشیال برات به وجود بیاد قبلش با پول حال میکردی خب به حال بده امکانی میده که هر جای دنیا بخوای سفر کنی بدون اینکه دغدغه اینو داشته باشه که من بیزنسم مثلا فعلا رو پازه بعد مثلا بری هتلایی که هر آدمی تجربه نکنه چیزایی ببینی که برای هر کسی قابل دسترسی نیست دیگه. من این جو جو که بچگی توی داد. پول بزرگ شده بودم و همیشه با بابام پول زیاد داشتن و نمیدونم ما همش مسافرت‌های خوب میرفتیم نمیدونم حالا این جالبه من بچه بودم هواپیما میترسیدم یادم یه هواپیما سقوط کرده بود من تو اخبار دیدم و من سوار هواپیما نمیشدم انقدر گریه میکردم و جیغ و داد میکردم من نمیبردن یعنی اتفاقی که میفته اولین باری که میخوام منو ببرن تب میکنم تب وحشتناک بعد میبرن دکتر دکتر میگه از ترس این اتفاق واسه افتاده این از ترس به قول معروف مریض شده چی شده بعد میگم میخوام ببرم مسافرت میگه نکنینش این از وحشت داره سکته میکنه سر این من نمیبرم مسافرت دیگه ولی مثلا خواهرم مثلا 20 کشور رفته بود تو مثلا سن چون هم 10 20 سالگی به 10 15 سالگی چون کی 17 ما اومدیم اینجا بعد واسه همین حداقل حد خودم نرفته بودم ولی انقدر وسایل و چیزایی که تو دوست داری بگیری از اونجا واسه من آورده بودن انگار که رفته بودم میفهمید چی میگم مثلا من مم. از دیزنی ورلد مثلا گوشای مثلا گوشای میکی ماوس رو داشتم از آمریکا برام آورده بودن از آلمانی نمی میوردن از نمیدونم ژاپنی نمی آوردن همینجوری موبایل مسافرت زیاد می میرفتم بعد ما یه زمانی مقیم کویت شدیم ام... من کووید یه سفری رفتم در 6 روز جبا. من من هیچی هم نمیاد بعد ما مقیم کووید هم بودیم بعد با ما می میاد کانادا رو می انجام میده واسه همین بعد دوستامون همه پولدار پولار بودن واسه من همیشه توی پول بودم همیشه توی خفن ترین خونه خفن ترین ماشین از این ماشین فقط یه دونه تو ایران هست از این ماشین فقط سه تا تو ایران هست این خونه خونه ای که رفت رو مجله فلان من اسمش متاسفانه یادم میره عقیلی یه خواننده معروف هستش گنده است صدای خیلی قوی سالا عقیلی دیگه سالا چی سالا عقیلی آره درست گفتم مثلا وطنم. مثلا سالا عقیلی واسه مامانم تو تولدش ت... تولد مبارک میخونه می چی مثلا مردم میرن پول میدن امیدوارن یارو رو با فاصله نزدیک بتونن ببیننش واسه مثلا چمدن چه 40 این تو پارتی ما داره آهنگ میخونه بعد مامانم میگه که مثلا میدونی که میگم نه بعد میگه این سارا عقیلی مثلا یکی از خواننده های خیلی خفن ایرانه میگم تو خون خب واسه من همیشه اینجوری بودم چون همیشه توی جایی بودم که مردم دیگه میخواستن یه روزی برسن یا آرزوشون بوده که مثلا او یا حداقل فیلمی ها اینا که چه حالی دارن میکنن بعد من توی همه اینا میدیدم هیچ فرقی نداره مثلا من مثلا یه دفعه نه یه دفعه من ده ها بار شده رفتم تو خونه سرایدار نشستم باشون چای زدم بفهمم زندگیشون چه ریختیه خب مثلا این یارو الان سرایدار ما دیگه این همه داره پول و قدرت و اینا رو چه احساسی داره <تصال> میرفتم پیششون بعد بارها می اونا خوشحال تر از اینا یاد <s> نشستن یه موزیک کس و شعر گذاشتن با یه رادیو دارن میزنن میرقصن از خوشون میکنن بعد میافت اینجا همه تو چوز همه تو فلان بعد مهونا میرفتن تازه گاسپ و ام... گاسپ چی میشه به فارسی؟ ام... قیبت قیبت همه قیبت ها شروع میشد و ام... این این دیدی فلانی و دیدی باز اون کفششو رو پوشید مثلا یارو میمد با کفش هزار دلاری بعد میگفت این همون کفش ها هفته پیش هم پوشیده بود بعد قهقه هم میخندیدن بعد نمیدونم دیدی فلانی اومد دیدی ماشینشو رو نشده بود دیدی این نشده بود بعد به کسیر در این موضوع مثلا باور کنم بعد خب پس فقط پول دردسر میاره چون زندگی که ثابته اگه زنت خوب باشه خوشحالی زنت ان باشه ناراحتی شوهرت خوب باشه خوشحالی شوهرت ان باشه ناراحتی بچت خوب باشه خوشحالی بچت ان باشه ناراحتی پول هیچ تأثیری نداشت تو هیچی هیچ وقت نمیدیدی که مثلا آقا ما میریم اینجا الان اینا همه خانواده پولدار اومدن این آقا صاحب کاله این آقا صاحب مهرامی آقا بهروز تو نمیدیدی اونا مثلا میان تو ماشین دارن همه هد میزنن میخونن پیاده میشن بشکن بعد انعام میدن به کارگران نه انعام خوبه رو بابای من میداد که وضعش از همه بدتر بود یعنی مثلا میشه لیول میدادی بابای من پایین ها جز مثلا در درصد پایین بود بابا با ما با کسی رو که مثلا کشور رو میچرخوندن یعنی مثلا یارو صبح با ما بود شب با خاتمی مثلا قرار داشت با اینجوری مثلا میپریدیم. اونا به مراتب از بابای من بهشون کمتر خوش میگذشت به مراتب از بابای من کمتر مهربون بودن به مراتب از بابای من کمتر کر میکردم به مردم و من اینا رو اونجا یاد گرفتم که او چون من چیزی که احساس دارم تمام آدم های دنیا دارن دنبال پول میدون تمام شد هیچ, هیچ کسی آره. هیچ چیز دیگه نداره یعنی اگه مثلا ما رو توی پلی سیشن بفروشن به من یه دونه سیدی یکی بگه این بازی میگه هیچی میری توی یه در سرور به, به اسم ارث هر کی تو این سرور بیشتر پول داشته باشه اون برنده است اوکی این کل بازی انسانه و تو ایران این قضیه خیلی سنگین تر و تیزتره برای اینکه مردم رو همیشه توی رفاه خیلی پایین نگه داشتن براشون این چیز خیلی خیلی خب همین مدام میگم رفاه پایین اصلا وجود نداره میاد اصلا قاطی میکنن رفاه پایین وجود نداره رفاه رفاه کسی که بلد خوشحال باشه خوشحاله کسی که بلد نیست خب تو من اصلا زر میزنم گریوی و اگه کسی میشناسه دیگه میدونین گریوی آدمی که تفن بیلیونر چندی تا کمپانی داره میگه من میگه ماهی دارم چه نم میلیون رو درآمد دارم من, در من نمیدونم چیه داستانش ولی میدونیم خیلی آدم قوی و فلان و زنش ایرانیه این میگه من خسته شدم از اینقدر آدم بیلیونر ناراحتی که دیدم میگه تمام آدم های بیلیونر ناراحتن نمیگه نصفشون نمیگه 80 درصدشون میگه تمام آدم های بیلیونر ناراحتن چرا چون بیلیونر یه روز بیلیونر نبودن مثل ما تو چاغال بودن تصمیم گرفتن نه که تصمیم گرفتن گفتن بازی ما چیه بازی ما اینه پول پولدار شیم اوکی دیگه فقط دنبال پول دارین وقتی به پول میرسیم میاد زندگی خوب میاد معلم خوب میاد ماشین میاد نه اون کسی که باهات اگه کیری باشه با پول خوب نمیشه تو ای به بچت وقت نذاری با 10 تا معلم بچت خوب نمیشه هر چی هم به شاخش میگه بابا من کسما کاری نکرد دو قرون خرج کرد معلم گوش بسرم انم اون حساب نکرد ماشینم هم همون ترافیکی رو باید بره که ماشین ده هزار دلاری میره تو همون جاده باید بره که هر چهار قرمز همون جوی تو همون 180 کیلومتر 120 کیلومتر همون 120 کیلومتر بره همه چیش با ماشین هی. هیچ چیز فرق نمیکنه ولی همه آدما تو اینن که من پول در میارم همه ماشین رو هر میشه چرا ناراحتی پول نداریم زن چرا شکه چون پول ندارم چیکا کنی خوشحال میشه پول دارترشه چی الان میخوای اونها یه خونه خریدن ما هم میخوام یه خونه بخریم برادرم تو فلانجا خونه خریده ما الان تو اینیم کوچ ما الان با... دو محل از اینا پایین ترین محسوس ناراحتی دارم بیلیونر میشی همین کوسچره اینا تو بیولی خونه خریدن ما میخوایم تو مالبو خونه بخریم و تو مالبو خونه میخری اونی که دم بیچه قیمت بیشتر داره تا اونی که تایی بیچه و اونی که دم بیچه اون کورنریه رو میخواد چون آفتاب دیتر میره پایین غروبش قوی تره یعنی هیچ وقت نداره همیشه فقط تو دنبال این هستی که من بیشتر میخوام بعد تای تای تاش که بیلیونر میشی چیکار میکنی میری سوار میشی میری زیرا میترکی چون دیگه هیچ کاری نمیده بعد بکنی دنبال خوشحالی میگردی به خدا میگم کدوم آدم عاقلی میره سابمارین کیریو تایتانیکو ببینه خب چرا به تایتانیکو ببینی دیگه نمیدونست چیکار کنه با پول دیگه میخواست خاص بشه بره توی اون دنبال خوشحالی میگرده آدمی که فقط این تجربه رو داشتن چون دنبال خوشحالی میگرده میخواد بیاد بیرون به تو خط پراداشو بفروشه میدونی من دیروز کجا بودم بغل تایتانیک خب به کیم کسخلی عکسش هست ویدیوش هست فیکش من فکرم هست من پرسیدم مثلا تو پیش کینگ رام بودی تو جایی که من میدونم چی <laughs> من فکر کنم دوره من میپرسه گفتم با طبیعتا پیش کینگ رام میبودی طبق اتفاقی که من دیشب میدونم <laughs> <applause> خلاصه دارم میگم دیگه این داستان رو من خیلی برام جالبه که میگم پول هیچ وقت منو چیز نکرد و حالا میگم اون داستان که میگی پول بهتره یا مثلا بچه یا مثلا کدومش میشه حال میده هیچ ربطی به هم ندارن تو اگه بچه داشته باشی داشت... تو بچه داشته باشی بچه ها تو خوب تربیت کنی بچه ها همیشه بهت حال میدن همیشه دوستت دارن الان ما تو یه خونه ایم دیگه ما تو یه خونه ایم زن و شوهرم اخلاقم خیلی با هم فرق نداره تو الان باید فرق رابطه پاشا با من و پاشا با مامانش چیه پاشا با من مثل دوتا رفیق کتخار عشق هوا هم دیگر داشته باشیم با النا اینه ای مامان قشنگ ایرانیه وای مامان چی میخوای دیگه بابا گفتی دیگه میرم الان میکنم ده بار گفتی خیلی خب میبرم وای چرا چون الان میگه که پاشا آشقالا رو ببر بیرون بعد میگه که اوکی نه همین الان ببر میگه آخه اونها یادت میره ببر آه. من میام میام پاشو آشخالا رو ببر پاشو وسط بازی بولم میگم نه 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 الان نه الان نه بازی رو تموم کن تموم شد داده بعد چیز ج... یزید ج... 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 که نیستم داده بر آشخالا تا دوستایی چه تکیش فرق واسه نمیکنه بازی تموم شد قشن ببر بعد دو ساعت بعد میام بشه اگه... پاشو تموم بردی آشخالا یا میگه آره یا میگه نه اگه بگه آره که تموم اگه بگه نه خوش بولم میشه میره ریمان شده نه داستانی داری اگه همین پاشا تو سال، سالیان آینده مثلا بشه به سن سال خودت اصلا حسابت نکنه اینا چیز نمیشه دیسپویمنت بزرگی برات نیست من آلدی فکر میکنم اینجوری بشه راستشو شو بخواه. یعنی حتی با این فرض داری هم آره، چون... محبت میکنی خالصا من فکر میکنم okay. اما رو پ... به موقع به شکل اینوستمنت میبینیم یعنی میگم اسهای دست پدر و مادر بشه همینطوری میارم که اسای دست پیری نه باشه. اصلا تو با, با این ذهنی من هم؟ یه سوال دارم من خودم سن خر سن دارم من چل سالم به من من حالا یه کار خوب واسه مامان نکردم همین الان مامانم دخترم رو نگرد داشته نهار دیروزمون رو مامانم پخته هفته پیش خواستم من یه جا به نفر کمک کنم به مامانم گفتم برام ده پرس غذا پخت بردم فقط دارم من مامانم ضرر مالی میزنم وقتشون رو میدم ازشون انتظار دارم کی به مامان باباش کمک میکنه واقعا هر کم کمک میکنه آه, آه... بابا ما ما هم... همه شاکی هیچ کدوم بچه دیدی با عشق در ما دا مامان باش تکر میکنه مامانم عزیزم قول... من نیدم اگه شما خواهدتون قبل با حاله درمتون گرم مالا من واسه من, بعد... من بچه رو اصلا این مسمه ندارم من بچه رو میخوام یه ممبر سوسایتی بکنم که هم دنیا رو قوی تر کنه هم خودش خوشحال باشه این دوتا پوینت منه پول دار باشه یا عاقل باشه من مهم نیستش به من برسه یا نرسه واسه من مهم نیستش توش 17 سالگی بخواد از خونه من بره تا 40 بخواد چه بمونه واسه من مهم نیستش من پشتشم یه بیزنس یه طرف از خیلی من ساپورت پاشامو ما پاشام چون که من احساسم اینه که چون بایولوژیکلی مال من نیست وقتی بزرگ شه یه خود احساس کنه که میخوام بابای خودم رو پیدا کنم هم من همچین احساسی دارم تو هرچی فیلم و چیز ما دیدیم هر کی هر چه قدم واسش خوبی کردن همیشه دنبال بابا واقعیشه <تصفح> که من آرزو می‌کنم شه یارو میده تایلند شش ماه می‌گرده ماموشو پیدا کنه خب چرا من نمی‌فهمم تاش اتفاق خاصی نیست اصلا پشیمونی هم داره واسه همین من خب بابای پاشم که گم نیستش که بابای پاشا همینجا با ما 20 دقیقه فاصله داره با اراده کنه میتونه بره پیشمون من فکر می‌کنم پاشا بزرگترشه بهش اینجوری نگاه کنه که اوکی سهیلو بابا سهیلو که دارم برم اون کی باباها رو که ندارم رو بگیرم اون چرا نیست با من دیدی یکی بیاد میرینه میری طرفش دخترو میتونم را... حدس بذارم داری در مورد صحبت میکنی که این حس من فکر نمیکنم یه همچین حالتی به وجود بیاد چون یه مقدار هم اسمارت باشه میفهمه داستانش از چه این دیگه به خود اون رب داره ولی من گذاشتم رو حساب این که میره اونوری و حقش هم هست بره ببینه باباش کی و اینا حالا من برای این باید از این شاکیشم نه باید کمتر دوستش شو شم نه باید کمتر ساپوتش کنم نه گفتم بهش من اینجوری نگاه میکنم من یه بابام 100 درصد اگه یارو بیاد تو بازی 40 درصد هم پا بذاره پاشا با... 140 درصد بابا داره خب خیلی خفنه که همیشه از ماموکا جلوتره چون ماموکا 100 درصد بهترین سناریو بابا داره پاشو 140 داره تازه یکم داره کیری کار میکنه من تازه بیدم هشتاد بزنم و بزنم. میگم 80 بزنم اون میتونه 60 بزنه میگم مثلا من اینجوری بشینم کردم گفتم خب مثلا بیا چه رای داره یه روز زنگ میزنه به یارو میگه من میخوام دارو داره میره مثلا مسافر واسه 7 منم دارم باش میرم خب برو تو این حفصو بولم میشه میبینی مثلا تایلند رو میبینی میفهمی. تایلند زبونش چیه چه زندگی میکنه خونه هاشون چی درست شده هواش دنیا من بعد یاد ولی اگه اون بابا نباشه بابا شما دو نباشه من این ها رو نخواهم داشت از اون من وقتی پاشا یه هفته اینجا نباشه من ریلکسم یه هفته نباید بهش غذا بدم یه هفته نباید شام بدم یه هفته نباید ببرمش بیرون یه هفته بهش حرفش رو گوش بدم یه هفته واسه خودم میکنم بچه من هفته میاد برای من تا یه کادو هم دازه میاره من اینجوری بشینم کردم که آقا من احتمال زیاد بیزنس یه طرفه دارم پاشو تایم هایی که با پاشا میگذرونی خودت طبیعتا انجوی میکنی دیگه فقط این نیستش که من یه کری هست باید ارائه بدم خودت حتما انجوی میکنی دیگه غیر از آره آره دیگه. نه من خودم اصلا اصلا پاشا همه چی درست کرد ما تو مکزیک بودیم بعد پاش الان به من گفته بود که مثلا مثلا بیا با هم باشیم جدی و یه بچه دیگه هم درست کنیم بعد تو این فکر کردم که بکنم نکنم بعد تو آب بودیم بعد یه خورده رفتم وسط آب بعد پاشا یه اومد دست من بعد دستم مثلا همینجوری دیگه یه به دستم مثل کوالا منو بغل کرد بعد اصلا اون لحظه یک عشقی بهش گرفتم که وقت جون اوف کورس که من خواهی یکی دیگه تو داشته باشم دیگه همون تصمیم گرفتیم و مثلا بچه ماموکو رو به دو... درست کردیم بعد اصلا پاشا همه چی شروع کرد مثلا این پاشا نبود اینا نبود من و النا تا حالا با هم نبودیم به خاطر ماموکو من چون من من یهو میشم میزنم میرم از این کارا میکنم من. خیلی موقع من الان کوتاه اومدم یا حرفمو عوض کردم یا اخلاقمو درست کردم به خاطر پاشا و موکو. چون میگم میگم الان من و النا دیگه رابطه من و النا نیست ما دوتا آدم داریم که بهشون مسئولیم اونا هم هیچ مسئولیتی به ما ندارن چون ما تا خیلی کسی مسئولی اونا هم یه مسئولی به تو داره این بچه‌ها اصلا نبودن یکیشون تو حویج بوده یکیشون توی مثلا باقلوا الان جفتشون تو زنده واسه همین ما درستشون کردیم دیگه ما بهشون برسیم من اینجوری بهش نگاه میکنم هر کی هر کاری خواست بکنه در آینده من کاری ندارم بهش واسه این همه آدم از بچه خودشون رو بزرگ کردن آه... یارو بود مگه تو هیستوریس که پادشاه پسرش بابا رو میکشته دیگه اگه بابات پادشاه باشه و بکشی من چه قولی دارم بزنم میدونی من کاملا اوکی هرچی بشه اوکی پاشا ما نکشه من اوکیم اگه دور از جون یه مشکلی به لحاظ, من... به لحاظ فیزیکلی یه بیماری چیزی پیش بیاد که مطلع بشی چطور اون لحظه رو قبول میکنی؟ چی کار میکنی برای تیز؟ حالا غیر از اینکه بهترین شرایط درمانی رو فراهم میکنی خب obviously ولی این مثلا مسئله خیلی ناراحتت میکنه یا اینکه اگه مثلا پاشای چیزیش بشه؟ آره هر کدوم از بچه ها یا مثلا فرض کنی یه بچه جدید داشته باشی با یه اختلالی ب... با یه اختلالی به دنیا بیاد خودم همیشه میگفتم اگه کسی اختلال داشته باشه باید از بین بره واسه همین من تو شیکم اگه بفهمن تو بچه مامان اگه گفتم بچه مثلا مشکل داره من گفتم بچه بعد از من ببر این سه باور دارن که نه خدا خواسته و دیگه دل خودش ولی اگه بچه که بیاد بیرون مثلا ایراد داشته باشه من اصلا از بچگی بچگی بزرگترین ترسم این بود که اگه من بچه‌م عقب اونده شو چیکار کنم چون من اصلا نمیخواستم با این دیل بکنم دلم وقت بذارم حتی یه ثانیه چون من برای وقتم میخوام ارزش دارم ارزش قائلم و دلم میخوام وقتی مثلا رو پاش رو مامو وقت میذارم ده سال دیگه یه پسر یه دختر یه جامعه از کاری که من کردم لذت برن ولی یه مثلا یه بچه عقب دادم که فقط افتاد رو مثلا روی دونه چرخ به تو حرف بزنه و فقط تو باید زنده نگرش داری که احساس کنی آدم خوبی هستی من اصلا اینو نمیتونم بفهمم چون طبیعت اینو قبول نداره چون تو طبیعت اگه بچه عقب اون بدون میاد بچه میمیره خیلی خیلی, خیلی, خیلی میشه چون چرا این همه حیوان وجود داره ما حیوان عقب مونده نمیبینیم چون تک تکشون بعد از زایمان میمیرن در چه وقت چون عقب مونده است دیگه حیوان نمیدونه کنه طبیعت تو کنترل میکنه طبیعت هم میکشه ما فقط خود یه حیوانی هستیم که اینو کس خود تصمیم که نه عقب نگردیم من با این موضوع مخالفم نمیگم کسی که عقب نسو از من ولی میگم یه خانواده یه پدر نه مادر نظر خود تو با پونتا ویو تو نه میگم خانواده. یه پدر مادر نه بزن رو بزنم واسه اینکه بچهشون عقب مونده شده من مثلا اگه بچه‌م عقب مونده باشه نمیدونم چیکار میکنم زن خونه میندازمش بیرون میرم دورم نمیخوام بچه‌اش بعد کنم میزنن بغل کلیسا میرن نمیدونن کیه نه نم اون کارو میکنن من... نمیدونم مووم چیه ولی مووم نیستش که او باید بشینم و این بچه رو نگه دارم و دیگه حالا که اومده بذار لذتش ببر اونم کس همش به من چه چون دنیا بازی واسه اون ساخته نشده و الان فقط به خاطر اینکه پیولی اون بخواد لایف و یه اکسپیرینس ملو بکنه حالا 99 درصدشو من نمیخوام وقت خودم رو بذارم برای این ام. اگه یه مجتمع باشه بگم بچه تو بیا بذار اینجا ما نگه میگم شو اگه مشتمه دیگه هم باشه میگم آقا بچه عقب مونده است بیا بذار اینجا ما نمیگیم به چی میشه و دیگه بچه تو نمیبینیم میگم بفرمان تو هیچ مشکلی ندارم چون من خیلی لاجیکال و منطقی به همه چی فکر میکنم من هیچ اگه نمیبینم برای بچه عقب مونده تو دنیا باشه. باشه مثلا فرض کن دور از جون ام برای بابای شرایطی پیش بیاد که تو نگه مجبور شدش پرستاری بکنی و با توجه به اینکه اون منتالی متوجه همه قضایی میشه و میدونه که چه هیستوری با سوهیل وجود داشته ولی خب این باعث میشه که تو تجربه خیلی ناخوشایندی رو از شرایطی داشته باشی که خیلی دوست نداری این واقع بشی باهاش میدونی حالا خب طبیعتا پرستار امکانات مالی خیلی از این قضیه رو مرتفع میکنه ولی اگه یه باشه منت... که مثلا بتونه که آرادی هست برای خب نرسینگ هوم هستش که خیلی لاکچری از, بیما, از مردم دارن چیز میکنن خود سوهل این چیز رو داره به قولی این تفکر رو داره که آره وای نات مثلا باید این لحظه اگه هپی باشم برن تو این چیز یا میگه که نه دوست دارم مثلا تا آخرین لحظه کر کنم چون این توی فرهنگ ایرانی هستش که گذاشتن پدر مادر تو خونه سالمندان البته خودش پرانتز باز کنم که خونه سالمندان ایران کجا و خونه سالمندانی این که اینجا وجود داره کجا نرسینگ هوم ولی میگن این چیز بسیار خیانتیه که بچه‌ها میکنن به پدر مادر تو نظر در مورد چیه؟ من به نظرم اصلا خیانت نیست خیلی هم کار آقلانه به خاطر اینکه میگم نگه داشتن از یه مادر و پدری که در واقع از دست رفتن میدونی اگه بابات دیگه نمیتونه راه بره تو هم یادش نمیاد این بابای تو دیگه نیست میفهمی چی میگم فقط فیزیکلی بابای تو ولی تو بابا تو مغزی میشنسی وقتی بابا تو مغزی از دست میدید بابا تو دیگه نداری حالا چرا باید وقت تو تلف کنی که این آدم رو زحمتش رو بکشی و این آدم اصلا نمیفهمه که داره چی میشه خب حالا آپشن دو چیه نمیگم بابا رو کتک بزن اگه فقط چویس دینی که خونه نگهداری خب آره منم تا آخرین روز نگرش میدارم ولی اگه چویس داشته باشم که بابا رو یا بزنمش خالی سال که بدونم یه پرستار همیشه اونجا هست یه دورمین هست میتونم نگاش کنم هر وقت میخوام هر وقت میخوام بهش سر بزنم سر بزنم غذاش سر وقت میاد غذاش سالم درست میکنن دکتر هفته یه بار بهشون سر میزنه من بدونم همچین جایی هست حتما میذارمش یعنی میگم اصلا تو شک نکن اگر خودش اوکی باشه با این موضوع مثلا سالم باشه ولی بگه من دارم خونه سالمندان اونم حتما میگم برو چون به حالا بزرگترین مشکل ایرانیا چیه مامان باباها ماشاءالله همه لش هیچکی انگلیسی بلد نیست یعنی مثلا 25 سال خاکوسی اینجا هستن انگلیسی در لولی که آب میخوام نمیتونن صحبت کنن بعد وقتی پیر میشن فارسی رو تو به زور میتونی بفهمی چون گوشه سنگین میشه کونه گشاد میشه فارسی اصلا دیگه نمیشه باش زیاد کامونیکیت کرد دیگه ببین اون انگلیسی که بلد نیست چی میشه واسه همین تو این خونه سامندان که میده یارو میاد میگه آب میخوای این میگه بعد اون که آب میخوای نمیفهمه یعنی چی نمیفهمه آرش نست میبره جلو میبره عقب بعد میبره جلو ما مثلا میگم آب خنک میخواد دست میزنه حالش میده عقب. میگه نه این خنک نیست اون فکر میکنه من آیا منش نه میره بعد این گریه میکنه که چیز نه من بعد زنگ میزنه به بچهش بچهش بیراموس میشه میگه کیرم تو فاکین خانه سالمندان این جوریه ایراد از مادر پدر عقب مونده ما درست میشه که میان اینجا انگلیسی ای یاد نمیگیرن چرا چون من 40 سالمه من 50 خب کاش به جهنم که 40 سال منزه خب یاد بگیرش یعنی انقدر همه لشن و فقط دنبال بهونه میگردن که تو توی بهونه میگه او من چون میتونم کات سنمو بازی کنم بگم سنم زیاده دیگه من کاری نمیکنم هیچ بلد نیست واسه همین خواستم الان ایرانی آپشن ندارم کارت سنم رو باهاش بازی کنم بگم سنم زیاد پس آدما کارتای دارن که باهاش بازی میکنم برای اینکه اکسکیوز درست کنم برای نرسیدن به یه ذره خودشونو تکون بدن حالا نمیگم هدف برسن لزوما ولی برای اینکه چیز نکنن آره خیلی اینو همه پوش میکنن